شبکه های کروز زمینی سومار امروز به همت متخصصان وزارت دفاع رونمایی شد. وزیر دفاع گفت راهبرد ما هوشمندسازی تجهیزات دفاعی و ارائه نسل جدیدی از سلاح‌های پیشرفته است. وزیر دفاع و فرمانده هوافضای سپاه امروز در کنار هم نخست موشک کروز دوربرد و استراتژیک سومار را رونمایی کردند. موشکی تاثیرگذار در ارتقای توان دفاعی کشورمان. این مجموعه به عنوان یکی از نقاط افتخار آفرین در فرآیندهای تحقیقات و تولید صنعت دفاعی محسوب میشه و به طور طبیعی اثر بسیار تعیین کننده ای رو در ارتقای توان دفاعی کشور و موثرسازی موشک های ما در هدفگیری اهداف مورد نظرمون داره. دانشمندان وزارت دفاع و سازمان صنایع هوافضا امروز محصولی وارد چرخه دفاعی کشور کردند که برد و قدرت اصابت و سیستم های کنترل سازه و پیشران آن با محصولات گذشته کاملا متمایز است. این یک امر دائم مستمر و پایداری است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشتری پایکار موشک‌های بالستیک دوربرد ساخت وزارت دفاع است و امروز سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه انبوهی از سومار و قدر و قیام را تحویل گرفت. این اقدامات وسیع که امروز می‌بینیم توسط جوانان و دانشمندان و متخصصان کشور اسلامی داره انجام میشه، در سایه همین تحریمی که میگن تحریم گزنده داره این کار انجام میشه و هیچ گونه تأثیری در روند کارهای ما نداشته. و نکته دوم، ما در ارتباط با دفاع و موشک‌های بالستیک با کسی مذاکره نمی کنیم. سپاهیان اسلام قدرت و کارایی موشک‌های بالستیک ایران اسلامی را خوب میدانند. امروز سه کلمه به تیتر همه رسانه‌ها قدرت میبخشد. امروز سه نام نشانه ای از توان بازدارندگی ایران اسلامی می شود. سومار، قدر، قیام.